با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در پی درگذشت زنده یاد علی انصاریان، بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران واکنش نشان دادند و واکنش جالب مونیکا بالوچی، یکی از بهترین مدل‌های کشورمون که مقیم آمریکا هستند. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همین جا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. علی انصاریان یکی از بهترین پیشکسوتان تیم ملی فوتبال کشورمون متاسفانه بر اثر ابتلا به این ویروس منحوس دیروز در سن 43 سالگی متاسفانه درگذشت. علی انصاریان یکی از مردان نیک روزگار بود و همیشه میگفت منو بچه ننه صدا کنید، من عاشق ننم هستم، من اگر یه ستاره داشته باشم اون ننم هستش. علی انصاریان رفت و ننه علی را تنها گذاشت. علی انصاریان علاوه بر فوتبال در بازیگری و همچنین در خوانندگی و در اجرا هم به خوبی ایفای نقش کرده بود و همه اون رو به خاطر خنده های بی نظیرش و شوخی هایی که با مردم می کرد دوست داشتن و در قلب ها همیشه زنده خواهد ماند. علی انصاریان یکی از افرادی بود که قبل از اینکه مشهور باشه محبوب قلب های مردم بود. علی انصاریان رو همه با خنده های جذابش و همچنین مهربونیاش میشناسند. برای علی پولدار و فقیر فرقی نداشت. علی انصاریان بین طبقه قشر ضعیف و قشر متوسط و قشر ثروتمند فرقی نمیگذاشت و همه رو به یک چشم نگاه میکرد. برای علی انصاریان در درجه اول انسان بودن مهم بود، نه ثروت. علی انصاریان در یکی از مصاحبه هاش میگه که من رو حلال بکنید، من از مرگ خوشم نمیاد ولی وقتش که برسه دیگه از پسش بر نمیام، چون دیگه پیمونم پر شده و باید برم، ولی یه آرزویی دارم، آرزو دارم قبل از مادرم بمیرم، چون تنها چیزی که برام قابل تحمل نیست مرگ مادرم هستش. متاسفانه علی انصاریان به این آرزوش رسید و داغش را بر دل مادرش گذاشت. و اما اشک‌ها و بی‌تابی‌های برادر مرحوم انصاریان در مراسم خاکسپاری‌اش. آقای انصاریان در غم از دست دادن برادرش علی این چنین گفت: برادرم از دستم رفت، روحش شاد و یادش گرامی. آقای انصاریان در حالی که به شدت حالشون بد بود و گریه می کردن گفتند: از همه مردم تشکر می کنم به خاطر همراهی ها و همدردی هاشون. متاسفانه برادرم را در روز مادر که عاشق مادرم بود از دست دادم. واقعا حالم بده، واقعا علی مرد بزرگی بود، واقعا غم از دست دادنش سخت و سنگین بود. اما زجه های شیخ حسین انصاریان بر سر پیکر علی انصاریان. آقای حجت الاسلام حسین انصاریان زمانی که داشتن با پیکر برادرزادشون علی انصاریان ودا می کردند، یکی از چهره های پرجنجالی بر بالین علی انصاریان نشسته بود و گریه می کرد و اون چهره پرحاشیه محسن افشانی بود. محسن افشانی که برای دیده شدن امروز در جلوی دوربین ها حرکت زشتی کرد، در صورتی که میتونست مثل همه سرپا بیسته و انقدر خودش رو در دید دوربین ها قرار نده برای شهرت. اما زجه های مادر بر پیکر علی. حین مراسم خاکسپاری چندین بار مادر علی از هوش رفت و پرسنل اورژانسی که در مراسم حضور داشتند به کمک او شتافتند، اما به دلیل حال بدش روانه بیمارستان شد. خدا به ننه علی صبر بده. پست اینستاگرامی علی انصاریان به مناسبت تولدش. علی انصاریان به مناسبت روز تولدش این چنین نوشت: سلام بر 43 سالگی. نه حال مردم خوبه، نه حال دل خودم و نه حال جسمی مادر.
تولد بهانه ای است برای خوشحالی و لبخند تو مادر عزیزم که تنها بهونه منی برای این زندگی که هر سال کنارت شام فوت کنم و آرزو کنم نفست پشت سرم باشه عشق من. آرزو می کنم حال همه مردم دنیا، همه مردم دنیا گفتم، خوب باشه و این ویروس لعنتی کورشو گم کنه و دست از سر این دنیا برداره. علی جان، اما نمیدانستی که این ویروس لعنتی نه تنها دستش رو از سر این دنیا بر نداشت، بلکه تو رو هم از بین ما برد و داغت رو بر دل مادرت نشاند. روحت شاد و یادت گرامی. اما اشکای محمد علیزاده، یکی از خوانندگان مشهور و محبوب کشورمون، در مصاحبه‌ای که با آقای محمد علیزاده در مراسم خاکسپاری زنده یاد علی انصاریان شد، محمد علیزاده گفت علی انصاریان از من بچه ننه تر بود، به طوری که من به حالش قبطه می‌خوردم. واقعا غم از دست دادن علی سخت هستش و داره جیگرم برای مادرش می‌سوزه. واقعا علی عاشق مادرش بود و من نمی‌دونم مادرش بدون اون دیگه چه حال و روزی می‌خواد داشته باشه. البته با توجه به اینکه زنده یاد علی انصاریان در برنامه مشترکی که با زنده یاد مهداد میناوند داشتند عکس تولدش رو به همراه مادرش منتشر کردن براش و نظرش رو خواسته بودند، گفت اگر توجه کرده باشید من توی این عکس زیاد مادرم رو بغل نکردم، به خاطر اینکه مادرم زیاد حالش خوب نبود و تو قلبش فنر گذاشتیم، به همین جهت میترسیدم به خاطر ویروس خدایی نکرده ناقل باشم و برای مادرم خطری داشته باشه، که به خاطر همین محکم بغلش نکردم. که در پاسخ زنده یاد مهداد میناوند به علی انصاریان گفت آره میدونم علی، وگرنه مادرت رو انقدر محکم بغل میکردی که بچلونی. اما زنده یاد مهداد میناوند در اون برنامه نصیحتی هم به علی انصاریان کرده بود و گفت علی دیگه وقتشه ازدواج کنی و برای مادرت نوه بیاری و وقتشه که مادرت هم نوه‌تو ببینه، چون قطعا مادرت خیلی دوست داره که بچه تو رو ببینه. بعد مهداد میناوند گفت البته منم از ازدواج جدیدم دوست دارم دوتا بچه داشته باشم. علی انصاریان خدا بیامرز هم خندید، گفت نکنه خبری هستش که مهداد میناوند خطاب به علی انصاریان گفت نخنده وزیر. علی انصاریان که توی اون لحظه خیلی میخندید و خلاصه کلی شوخی کرده بود با مهداد میناوند، گفت خودم هم خیلی بچه دوست دارم که بچه‌م رو ببینم و مادرم هم نوش رو ببینه، ولی خب هنوز عاشق نشدم و برام موردی پیش نیومده که بتونه شرایط من رو برای ازدواج قبول کنه، چون تنها شرط من برای ازدواج اینه که مادرم در کنار ما زندگی کنه. اما مونیکا بلوچی، یکی از مدل‌های مشهور ایرانی مقیم آمریکا هستند که بعد از درگذشت علی انصاریان، کامنتی که علی انصاریان برای خانم مونیکا فرستاده بودند را منتشر کردند و گفتند علی تو قرار بود بری خواستگاری. ظاهراً آقای علی انصاریان این کامنت را برای خانم مونیکا بلوچی فرستاده بودند. علی انصاریان با فرستادن این کامنت برای خانم مونیکا بلوچی، خانم بلوچی را برای آقای جواد کاظمیان خواستگاری کرده بودند و گفته بودند سلام مونیکا جون، دوست من جواد کاظمیان تو رو دوست داره. جواد تولد ننه باباشو نمیدونه ولی تولد تو رو میدونه. کی بیایم خدمت خانواده دست پوسی و غلام شما بشه جواد ما. علی انصاریان که خانم مونیکا بلوچی هم با خبر درگذشت علی انصاریان عزیز متأثر شد و نوشت علی تو قرار بود بری خواستگاری و استیکر ناراحتی و گریه رو فرستادند و آقای جواد کاظمیان و علی انصاریان رو تک کردند. علی انصاریان عزیز برای اینکه جواد کاظمیان رو یکم اذیت کنه و با شوخی کنه، عکس خودش رو در کنار عکس مونیکا بلوچی قرار میده و جواد کاظمیان براش مینویسه ببین چی کارت میکنم، تو فقط نزدیک شو. تو آقای علی انصاریان هم برای جواد کاظمیان مینویسه ببین چه میاییم به هم، عاشقتم جواد، بیا حالا خوبی کن به جواد، تهدید کرده منو.
اما علی کریمی در پی درگذشت دو دوست عزیزش که امروز مصادف است با هفتمین روز درگذشت مهداد میناوند که مصادف شده با خاکسپاری علی انصاریان رفیق شفیقش که به دیدارش امشب می آید، علی کریمی با انتشار یک استوری از عکس این دو عزیز این چنین نوشته: همه ما وارثیم، وارث عذاب عشق، سهم اون کس بیشتره که میشه خراب عشق. اما باشگاه های ایتالیایی از جمله باشگاه آس روم هم در گذشت علی انصاریان بازیکن سابق تیم ملی کشورمون رو به خانواده و دوستداران او تسلیت عرض کردند و صفحه رسمی باشگاه روم ایتالیا به فارسی در گذشت علی انصاریان را تسلیت گفت. دوستان عزیز، امشب برای شادی روح علی انصاریان عزیز دعای خیر کنید، انشالله که روحش قرین رحمت الهی باشد. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف شیر کنید و لطفاً کامنت برامون بذارید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. با تشکر از شما.